It's been a year of domination of Taliban in Afghanistan. طوری که می دانید یک سال از تسلط طالبان در افغانستان می گذرد. آینده افغانستان را در کوتاه مدت تحت این سلطه چگونه ارزیابی می کنید و چه تحولات را در دراز مدت در این کشور پیش بینی می نمایید؟ در کوتاه مدت من فکر می کنم که ما شاهد تغییرات چندانی در طالبان نخواهیم بود. طالبان نشان دادند. می دانید شما نه تنها شاهد تصامیمشان در مورد مکاتب دخترانه بودید، بلکه سخنرانی ملا هیبت الله را در گردهمایی علما شنیدید که به نظر می رسد هیچ گشایشی برای ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر و هیچ نوع اجماعی وجود ندارد. شاید طالبان در نهایت یک تفسیر اسلامی را از راه یافتن دختران به مکتب پیدا کنند. این حکومت نیست که صلاحیت خاصی برای اداره امور به مساوی یک حکومت عصری را داشته باشد و از آنجایی که به نظر نمی رسد آنان بخواهند از توصیه های دیگران استفاده کنند، پس نمی دانم چگونه آنها صلاحیت و شایستگی بیشتر حاصل خواهند کرد. اما می دانید طالبان ممکن است در طول زمان یاد بگیرند که بسیاری از انقلاب ها با دولت های شروع می شود که کاملا بی نظم هستند و وقت و زمان به آنها می آموزد. بنابراین فکر نمی کنم شما بتوانید بگویید غیر ممکن است. اما من اکنون نمی توانم به چیز اشاره کنم. می دانم و فکر می کنم هر کس می تواند در مورد آینده افغانستان در دراز مدت چیزهای مفید بگوید. زیرا به باور من بیش از حد چیزهای زیاد برای پدیده های تغییر پذیر و متغیر وجود دارد. خب تشکیل حکومت فراگیر یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان بوده است. به نظر شما آیا طالبان بالاخره در برابر این خواسته سر تعظیم فرود خواهند آورد؟ من هیچ گونه مدرک و یا نشانه نمی بینم که آنها به این خواست سر فرود آورند. اگر حتی آنها یک دولت یا حکومت فراگیر تشکیل دهند چی؟ تشکیل یک حکومت فراگیر با سلطه طالبان در افغانستان چی مزایایی را در رفع یا حل مشکلات خواهد داشت؟ این سوال بهتری است که من پاسخی برای آن دارم. می دانید من فکر می کنم که وقتی ما در مورد حکومت فراگیر صحبت می کنیم واقعا به این معناست که سوال های زیادی در این مورد وجود دارد که منظور ما از فراگیر چیست؟ اگر منظور این است که آنها افراد مختلف را از گروه های قومی یا قبیله‌ای مختلف منصوب می کنند و برخی پست ها را می دهند، برخی از مشاغل احتمالاً معنای زیادی ندارد. اگر آنها افرادی را با سوابق متفاوت منصوب کنند که واقعا بتوانند در بحث چگونگی کمک های دولت به مردم تأثیر بگذارند، در این صورت می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. بنابراین منظور صرف داشتن یک دولت فراگیر نیست. منظور از حکومت فراگیر چیست؟ آیا مردم احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود تا به شما گوش کنند؟ شما باید برخی از واکنش ها برخی اقدامات را ببینید. بنابراین اگر شما یک دولت فراگیر دارید که رهبری می کند، می دانید مردم متشکل از گروه های مختلفند و وقت احساس کنند با آنها گوش داده می شود، در آن صورت یک تغییر و یک تفاوت ایجاد می کند. اگر صرف افراد را از گروه های مختلف منصوب کنید و آنها هیچ تأثیر نداشته باشند، احتمالاً تفاوت ایجاد نمی کند. از دیدگاه ایالات متحده یک حکومت فراگیر شامل مقامات رسمی سابق است یا صرف گروه های قومی را باید در حکومت سهیم سازند؟ من از منظر دولت امریکا صحبت نمی کنم. درک شخصی خود من این است که حکومت ایالات متحده بسیار مراقب بوده است تا مشخص نسازد که چه کسی باید در یک حکومت باشد تا فراگیر خوانده شود. در واقع من فکر می کنم که جامعه بین المللی به طور کلی از هر تعریفی در این زمینه اجتناب کرده است و این ممکن است به این دلیل باشد که هیچ کسی نمی داند. همچنان
به همین دلیل که توافق اساسی در مورد آن وجود ندارد. بنابراین آنها می دانند که حکومت طالبان فراگیر نیست و فکر می کنند که باید فراگیرتر باشد. و آنچه می توانم بگویم این است که هیچ گونه تلاش و یا سیاست از جانب حکومت ایالات متحده برای بازگرداندن رهبران گذشته وجود ندارد.